الان دوستان مولالی برو یه خونه بار نمیبینی، یه خونه بار. مهاجرت اقلیمی، فرار از زندگی تحمل ناپذیر، تغییرات آب و هوایی ده ها میلیون نفر را آواره کرده، صدها میلیون نفر دیگر را هم به مخاطره خواهد انداخت. مهاجرت اقلیمی بر اثر کم آبی رود هیرمن و خشکی دریاچه هامون، سد کجکی باعث این وضع شده یا خشکسالی، و نگرانی همسایگان ترکیه از سدسازی‌هایش. عراق میگوید آب دجله و فرات امسال 40% کم شده. سلام، خوش آمدید به برنامه خبرنگاران این هفته. دلایل زیادی برای مهاجرت و پناهندگی وجود دارد، اما برای ده ها میلیون نفر غیر قابل تحمل شدن زندگی عامل اصلی ترک خانه و کاشانهشان بوده. وقتی زندگی به دلایلی مثل خشکسالی، نبود آب، آلودگی دائمی هوا و دیگر پدیده‌های مشابه غیر ممکن می‌شود، این افراد آوارگان اقلیمی نام گرفتند. به یک کشور و دو کشور هم خلاصه نمی‌شود، گرچه بیشتر دامن آفریقا، جنوب آسیا و آمریکای لاتین را گرفته. در ایران هم وضعیت مناسب نیست، تا آنجا که وزیر کشور هشدار داده تا 5 سال دیگر مهاجرت اقلیمی چهره این کشور را تغییر خواهد داد. جزئیات بیشتر از سیاوش اردلان. مهاجر اقلیمی به چه کسی گفته میشه؟ جوابش آسون نیست. آسون ترین جواب اینه: هر کسی که به خاطر تغییرات اقلیمی از خونه خودش رونده میشه. اما این جواب هم کافی نیست. لزوماً هر کسی که به خاطر یک سانحه طبیعی یا دلایل زیست محیطی جابجا میشه یک آواره اقلیمی نیست. نبودن یک تعریف مشخص باعث شده که آوارگان اقلیمی به چشم پناهجویانی دیده نشن که مثلا از جنگ و تبعیض و سرکوب فرار کردند. از این رو اینها مشمول کنوانسیون سال 1951 سازمان ملل در مورد پناهندگان نمیشن و از حق و حقوق و مزایای پناهندگی هم طبق قانون برخوردار نخواهند شد. با این حال یک مؤسسه وابسته به سازمان ملل برآورد کرده که در 8 سال گذشته به طور میانگین 25 میلیون نفر به خاطر تغییرات اقلیمی جابجا شدند. این یعنی صدها میلیون آواره اقلیمی. این رو مقایسه بکنید با تعداد رسمی پناهجویان، پناهجویان شناخته شده که 65 میلیون نفرند. رسیدن به یک تعریف مشخص و لذا آمار رسمی و مورد اجماع بسیار مهمه، زیرا با وضعیت تغییرات اقلیمی و گرمتر شدن کره زمین تعداد مهاجران اقلیمی در سالهای آینده بیشتر و بیشتر خواهد شد و باید فکری به حال اینها کرد. مثلا ایران رو در نظر بگیرید. نمونه کلاسیک از مهاجرت اقلیمی، روستای ملا علی مشتی نمونه خربار. روستای ملا علی برو یه خونوار نمیبینی، یه خونوار. روستای ملا علی 200-300 خونوار بود، الان یه خونوار نمیبینی، هیچ کی نیست اونجا. بزرگترین روستای اونجا. حدود 60 میلیون ایرانی شهرنشین هستن که از این بین 20 میلیون نفرشون حاشیه نشینن و بسیاری از این حاشیه نشینان از جمعیت روبه کاهش روستاهای ایران تشکیل شدن، روستاهایی که حالا به خاطر تغییرات اقلیمی تهی از جمعیت شدند. اوضاع در ایران بهتر نخواهد شد. مقامات ایرانی از دگرگون شدن چهره ایران طی 10 سال آینده حرف میزنند. از خالی شدن مناطق جنوبی کشور به دلیل گرمای طاقت فرسا و حرکت آوارگان اقلیمی به سمت شمال ایران. حالا وقتی مشخص بشه که آواره اقلیمی چه کسیه، کار اصلی تازه شروع میشه. مسئولیت کمک به آوارگان اقلیمی که کارشناسان میگن تا 20 سال آینده به 500 میلیارد نفر خواهند رسید با چه کسی است؟ قاعدتا توافق پاریس که مهمترین و جامعترین توافق برای مقابله با تغییرات اقلیمی است، باید پاسخی به این سوال به دست بده، اما نمیده. با اینکه توافق پاریس پیمان نامه برای مقابله با تغییرات اقلیمی است، اما بخش اعظم این پیمان نامه مربوط به کاهش گازهای گلخانه است. با این نگاه که اگر بشر مصرف سوخت فسیلی که باعث گرمتر شدن زمین، که باعث مهاجرت اقلیمی میشه، رو کم بکنه، میتونه با این پدیده مقابله بکنه. بخش دیگه توافق پاریس مربوط میشه به سازگار کردن ساکنان مناطق دستخوش تغییرات اقلیمی با زندگی در اون مناطق، ولی نه کمک به اونهایی که دیگه نمیتونن به اون مناطق برگردن. از این روز که بشر در تحلیل نهایی چاره‌ای نداره جز به رسمیت شناختن پدیده آوارگان اقلیمی و اجرای سیاست‌هایی که به پیشگیری از مهاجرت اقلیمی کمک کنه، و اگر این نشد به آوارگان تغییرات اقلیمی کمک
کمک برسونه. در شمال استان سیستان و بلوچستان، دشت سیستان در کنار تالاب هامون زمانی انبار قله ایران نامیده میشد، ولی از حدود سال 1378 رودخانه هیرمند که منبع اصلی آب این تالاب بود کم رمق شد و به دنبال آن تالاب هامون کاملا خشک. در طول این دو دهه بعضی وقتها این تالاب آب می گرفت، ولی در چند سال اخیر هامون کاملا خشک شده. کشاورزی، ماهیگیری و دامداری از بین رفته و طوفان‌های گرد و غبار روستاها و بعضی شهرهای سیستان را غیر قابل سکونت کرده. خشکسالی در سیستان باعث مهاجرت گسترده مردم و ترک روستاها و شهرها شده. بعضی از کارشناسان ایران سد کجکی در افغانستان را عامل کم آبی رودخانه هیرمند می دانند. اما افغانستان می گوید خودش هم گرفتار کم آبی است. شهریار سیامی نگاهی کرده به این بحران اقلیمی در شرق ایران. این طبیعت زیبا تالاب هامون است، اما سالها پیش و این امروز همونجاست. خشکآبی و گرد و غبار سیستان دیگر داستانی تکراری شده، درست مثل مریض سرطانی که دکتر جوابش کرده و همه دست روی دست گذاشتن و میخوان روزهای آخر عمرش به یادش باشن تا زمان وداع نزدیک شود. مرگ سیستان هم با مهاجرت مردم آن رقم می‌خورد. مهاجرتی که شروع شده و مدت هاست خانه های خاک گرفته ایشان را ترک می‌کنند. کم آبی سکت این مردم عذیت و ناراحت این تحلیف سکتی و لوگ هم حساب چیم چو لوگ هم اشتران چهابار بدن؟ اشتران چهابار آو هامون خوش شده است، چون این رود دیگر آب چندانی ندارد. هیرمند که از کوههای بابا در غرب کابل سرچشمه می‌گیرد و 1100 کیلومتر می‌پیماید تا به سیستان و بلوچستان در ایران برسد، اما سر راهش یک بند بزرگ وجود دارد، سد کجکی. سدی که از سالیان دور موضوع مناقشه دو کشور همسایه ایران و افغانستان بود، تا اینکه در سال 1351 با تایید کمیسیون دلتا و میانجیگری آمریکا، کانادا و شیلی قرارداد حق آبه ایران از رودخانه هیرمند بین دولت وقت دو کشور امضا شد. طبق این قرارداد باید سالانه 850 میلیون متر مکعب آب هیرمند به ایران برسد. ایران میگوید دولت‌های چند سال اخیر افغانستان به این قرارداد عمل نکردند. هامون خوش شده هم گواه این ادعاست. اما افغانستان میگوید خشکسالی در این کشور آب چندانی برای هیرمند باقی نگذاشته است. ذخیره برفی ما که یک سرمایه مملکت است، امروز بدبختانه بالکل از بین رفته، از خاطر که خاکایی که از اون طرف می ایره به اصطلاح آب میکنه و ما ذخیره خود استفاده خوب نمیکنیم. از این خاطر دریای ما امروز روز به روز آوایش کم میشه. هیچ وقت در هلمند این مسئله نداشتیم. اگر شما تاریخ 1972 را باید خونه اگر خوانده باشین، اونجا ما کاهتی آب داشتیم، ولی آب هلمند به حالت خوب روان بود. در آب هلمند کدام تغییری نامد، از خاطر که ما برفای خود داشتیم، از خاطر که خاکا از اون طرف نمی آمد، خاک باد اینا نمی آمد که این برفا را از بین می بود. دریاچه سد کجکی همیشه پرآب بوده و از زمان ورود ناتو به خاک افغانستان توسعه این سد یکی از مهمترین اهداف نیروهای ناتو و دولت افغانستان بوده. آنقدر مهم که بریتانیا برای حفظ این سد تلفات هم داده است و با مصیبت فراوان توربین سوم را از قلمرو طالبان در ولایت هلمند عبور داده تا به سد برسد. حالا که ظرفیت خود داریم، ما میتونیم تا 100 مگاوات ظرفیت کجکی خود برسانیم، ولی بدبختانه امروز ما به چیزایی که داریم از اون استفاده کردن نمیتونیم، ولی وارد میکنیم و این برک ما سن اگر فرزند فردا خدا نخواسته نباشه ما به بدبختی تبدیل برک یک به اصطلاح از تاسیسات مهم وطن است. امروز شما دیدین ایران برای ما برق میداد برای ایرات ما شما، ولی امروز برق قطع کردن چقدر به سنت ما ضرر رساند. یعنی ما اینقدر در خطر هستیم، اگر سعی ما فکر خود تغییر بده، ما اینجا چی سرمایه گذاری کردیم در مملکت بدبختانه از دست میدیم.
فقط ایران از عدم پایبندی افغانستان به قرارداد حق آب هیرمند گلایه ندارد، بلکه افغان‌ها هم میگن ایرانی‌ها آب هیرمند را برخلاف قرارداد به چاه نیمه‌ها بردند و در جاهای دیگری هم با سدسازی آب را از سرزمین‌های افغانستان درخ کردند. وقتی ایرانی مچه‌ها را جور کردند، وقتی کانال ها را از هیرمند بالا کردند، وقتی که بند ساختند که آب هیرمند دیگر به طرف افغانستان هم بیاید، خوینمی بود اینمی ها و پس می آمد نیمروز. وقتی که برد گفتم که به گودزری امروز به به اصطلاح یک دشت تبدیل شده، خوینمی آب بود که این منطقه را زنده کرده بود. این منطقه بود که از اینجا مردم از ماهی استفاده میکردن، از ایوانات اونجا بسیار به اصطلاح ایوانات ما اونجا کلان میشد اون منطقه. امروز بدبختانه کلگی از اینکه آب قطع کرده از بین رفته. آبای زیرزمینی ما چرت اکوفای کلان بین ایران و افغانستان داریم. اینا اونجا برک آوردن به بسیار پولی ناچیز برای مردم خود آب دادن، ولی طرف آبای زیرزمینی ما هم کش کردن. یعنی این مسائل بودن که اینا هم دهی دسترس داشتن و هیچ وقت یک افغانستانی بیچاره، بیکار و غریب به نفع اینا نخواد باشه. پراکنده شده رفتم تو سیستان پخش شدن. چرا از اینجا رفته؟ طوفان‌های شدید، آب نبوده، وجود نداشت آبی. خاک ها اینه، ماسبادی ها اینه مردم بیرون کردن از اینجا. خونه های اونا رو گرفته، خونه هاشون خراب شده رو سرشون. دام داشتن، داماشون رو فروختن رفتن. زمین کشاورش رو میبینی. 20 سال است که هامون گاهی کاملا خشک است و سالهایی هم کم رمق و بیجان آب میگیرد. اما عشایر سیستان و بلوچستان، ماهیگیران و کشاورزان امیدشان را از دست دادند و برای فرار از فقر و طوفان‌های گرد و غبار به سرزمین‌های دیگر مهاجرت می‌کنند. سرزمین‌هایی که معلوم نیست توانایی پذیرفتن مهاجران را داشته باشند و بتوانند آب و زمین لازم را برای آنها تأمین کنند. شهریار سیامی، بی بی سی. مقام های افغانستان میگویند تغییرات اقلیمی بیش از 60% دامداری در این کشور را در معرض نابودی قرار داده. به گفته آنها آبهای سطحی این کشور حدود 50% کاهش یافته و سطح آبهای زیرزمینی این کشور هم 8 متر پایین تر رفته. این تغییرات وضعیت کشاورزی در این کشور را هم به شدت تحت تاثیر قرار داده. خبرنگار ما تاج‌الدین سروش سری زده به یک منطقه کشاورزی در حومه شرقی کابل. فصل جمع‌آوری حاصلات. کشاورزان زیر نور آفتاب سوزان آنچی را که کاشتن برمی‌دارند. با آب کم و زحمت فراوان. این بادنجان‌های رومی یا گرجه فرنگی حاصل کار ده‌ها دهقان در حومه کابل است. از عمق 100 متری زمین مزارعشان را آب دادند. مایه حیاتی که ارزشش هر روز برای اینها حیاتی تر می شود. اینجا هزینه آبیاری در بعضی وقتا حتی بیشتر از عاید محصول تمام می شود. دکتا ما بسیار مشکلات زیادی داریم به خاطر که آلم در یک دو روز می شکب زدیم ورم یک جریب جای ما در 12 ساعت در 15 ساعت هم می زنیم. پیش که بود در وجود که بود یک جریب جای ما در 3 ساعت می زدیم. این ده ها هکتار زمین زراعتی روستای دانشمند ولایت کابل است که در اثر بیابی این گونه به زمین های خشک تبدیل شده. لحظات پیش کشاورزان با ما می گفتند که سالهای قبل این زمین ها باغ هایی بودند که سالانه ده ها تن میوه از آن حاصلات می گرفتند. سایه خشکسالی بالای دامداری در افغانستان هم افتاده. اینها شاید کیلومترها راه را پیمودند تا زبان هایشان را در ذخیره کوچک آب تر کنند. آبی که همیشه میسر نیست. خشکسالی در افغانستان بیش از 60% دامداری را با تهدید نابودی مواجه کرده. همه چیز به خاطر بیابی از بین رفت. کار بار هم نیست. آب نیست. با نبود آب کار بار ما هم از بین رفت. تصویر خشکسالی در سیمای این درختان خوبتر نمایان شده. درختان پربار این باغ زمان مایه دلگرمی باغداران بود، اما حالا بی آبی آن را در معرض نابودی قرار داده. این دسته مامی یک گاو نخورده.
مثال دسته ما که یک آدم یک چیز یاو نخوره و خامه ها خشک میشه زمین ها کسی نمیتون درخت ها و بچه ها و پایین این هاو هست اون هاو هست و نمیبینی که یاو برش که پرکتن میکنه اوام بسیار گرم هست سطح اوام اون پایین رفتن میره و سابق که بود از بالا هاو میامد دو هاو خبیخی خوش شده به قریه. افغانستان به عنوان کشور زراعتی شناخته می شود. بر اساس آمارها 80% مردم به کشاورزی و دامداری مشغولند. شغلی که بی آبی آن را تا سرحد نابودی مواجه کرده. تاج‌الدین سروش، بی بی سی، کابل. ترکیه در 3 دهه گذشته نزدیک به 20 سد بر روی رودخانه های دجله و فرات ساخته. همسایگان ترکیه این سدسازی های گسترده را عامل کم آبی خود می دانند. عراق می گوید جریان رودهای دجله و فرات به این کشور امسال 40% کاهش داشته. این در حالی است که ترکیه بهار امسال آبگیری تازه ترین سد خود را به خاطر کم آب شدن بی سابقه دجله در عراق موقتا متوقف کرد. خشایار جنیدی به جنوب شرقی ترکیه رفته تا نتیجه سیاست‌های آبی دولت بر کشورهای منطقه را ببیند. این شهر به زودی به زیر آب می‌رود. حسن‌کیف شهری است در جنوب شرقی ترکیه در نزدیکی مرز سوریه، جایی که آب‌های خروشان رود دجله از 12000 سال پیش انسان‌های ساکن در این غارها را به سمت خود جلب کرده. با آبگیری سد ایلیسو، جدیدترین سد ترکیه، حسن‌کیف به زودی در آبهای دجله غرق خواهد شد و دیگر اثری از آن وجود نخواهد داشت. آب تا بالای مناره خواهد رسید. عمق آب در این شهر 65 متر خواهد بود. چوپان احمد همه عمر در این بازار به گردشگران سوغاتی فروخته. حالا او و دیگر همشهری‌هایش مجبورند به زودی شهر آبا و اجدادیشان را ترک کنند و به خانه‌های جدیدی بروند. جا به جایی سخت است، اما نمی‌شود کاری کرد. این یک شهر دولتی است. سد ایلیسو 19 سدی است که ترکیه با هدف تأمین آب و برق مورد نیاز خود بر روی رودهای دجله و فرات می‌سازد. آبگیری این سد 2 میلیارد دلاری علاوه بر حسن‌کیف نزدیک به 200 روستا و شهرک دیگر را به زیر آب می‌برد. دولت ترکیه شهرک جدیدی را برای اسکان ساکنان حسن‌کیف احداث کرده و بعضی از بناهای تاریخی مانند این مقبره 600 ساله را از جا کنده و به نزدیک شهر جدید منتقل کرده. آنها فقط 2-3 قطعه از آثار تاریخی را جابجا می کنند تا بگویند که از تاریخ شهر محافظت کردند. اما آثار باستانی باید سر جای خودشان باشند. شما دارید شهر را غرق می کنید. شما نه تنها شهر را غرق می کنید که مردمش را هم نابود می کنید. آبگیری اولیه سد ایلیسو در بهار امسال بی آبی شدید رود دجله در عراق را به دنبال داشت. نگرانی دولت عراق باعث شد ترکیه ادامه آبگیری مخزن این سد را به پاییز موکول کند. ترکیه میگوید سیاست‌های آبیش به توسعه منطقه کمک خواهد کرد. سیاست آبی ترکیه نه تنها در جهت منافع ترکیه که به نفع همه منطقه است. چرا و چگونه؟ آب ذخیره شده در پشت سدهای ترکیه در دوره‌های خشکسالی استفاده خواهد شد. این ذخیره آبی برای همه منطقه مهم است. تعدادی از کارشناسان عراقی این ماه برای بررسی بی‌آبی در عراق در استانبول گرد هم آمده بودند. عراقی‌ها می‌گویند میزان آبی که از طریق دجله و فرات وارد این کشور می‌شود امسال 40% کاهش داشته. گزارش‌های سازمان ملل و بانک جهانی تأکید دارند که اگر کشورهای بالادست همه طرح‌های خود بر دجله و فرات را عملی کنند، با توجه به کاهش شدید بارندگی و گرمایش زمین، دیگر هیچ آبی برای عراق باقی نمی‌ماند. کم آبی دجله و فرات بر تالاب‌های جنوب عراق هم تأثیر گذاشته و خشکی این تالاب‌های مشترک محیط زیست ایران را هم تهدید می‌کند. یکی از این تهدیدها
افزایش طوفان‌های شن در خوزستان و دیگر مناطق ایران و به خطر افتادن سلامت و زندگی ساکنان این مناطق است. به رغم نگرانی‌ها، در ترکیه آمادگی برای آبگیری سد ایلیسو و تکمیل دیگر سدها به سرعت ادامه دارد. خاورمیانه در آتش بی‌آبی می‌سوزد و ترکیه به عنوان سرچشمه دو رود مهم منطقه در موقعیت خاصی قرار دارد. در آینده‌ای که بیشتر خاورمیانه دچار بحران بی‌آبی خواهد بود، برخورداری ترکیه از این رودخانه یعنی دجله و همینطور فرات یک فرصت امنیتی استثنایی خواهد بود. فرصتی که میتونه برای کشورهای پایین دست تبدیل به یک بحران انسانی بشه. خشایار جنیدی، بی بی سی، حسن کیف در جنوب شرقی ترکیه. کالیفرنیا امسال داغ‌ترین ماه ژوئیه در تاریخ هواشناسیش را ثبت کرد. یک آتش سوزی طبیعی در شمال هم به بزرگترین حریق در تاریخ این ایالت تبدیل شد. کارشناسان هشدار دادند که با تغییرات جوی کالیفرنیا باید انتظار وقوع سیل‌های بزرگ و ویرانگر را داشته باشد. گرچه چشم‌انداز زیاد تاریک نیست، چون از چند دهه پیش پروژه‌هایی که برای حفظ محیط زیست و حیات وحش انجام شده نشان داده که برای مقابله با فجایع آب و هوایی هم کارساز هستند. جزئیات بیشتر از سینا علی نژاد. زمین‌های حاشیه‌ای دو رود سن واکین و تولومنی در بخش مرکزی کالیفرنیا آماده کشت می‌شوند. اینجا منطقه‌ای کشاورزی است، اما در این زمین‌ها محصولات زراعی کاشته نخواهد شد. گروه ریور پارتنرز یا شرکای رود این منطقه موسوم به دوسریوس را برای بازگشت به حالت طبیعی آنطور که تا پیش از عصر کشاورزی بود آماده می‌کند. گروه شرکای رود یک سازمان غیر انتفاعی است که دو کشاورز ساکن حاشیه رود 20 سال پیش آن را تأسیس کردند. آنها متوجه شدند که می شود با کمک فنون کشاورزی زیستگاه‌های حیات وحش را به شکل مؤثر آن هم در ابعاد بزرگ بازسازی کرد. این گروه پروژه‌های مشابه در کنار 14 رود در اطراف کالیفرنیا دارد، در نقاطی که در برابر سیل آسیب پذیرند. اما با شدت گرفتن آثار گرمایش زمین، محققان میگویند این ایالت باید برای وقوع بیشتر رویدادهای ویرانگر آب و هوایی مثل سیل‌های بزرگ آماده باشد. پروفسور سروش سروشیان، متخصص سیستم‌های آب و هوایی زمین در دانشگاه ایالتی کالیفرنیا در ایرواین، در تحقیقات سازمان‌های بین‌المللی درباره تأثیر تغییرات اقلیمی شرکت داشته. اینا بیشتر داره میشه و شدیدتر هم میشن. مقدار بارندگی که با خودشون میارن بسیار زیاد هسته. خب اون از نظر ضرراتی که به اون مناطق میزنه، بادها شدیدتر شده و این یه چالنجیه برای اونایی که مسئولیت ساختن اینفراستراکچر دارن برای فلاد پروتکشن، برای سیلاب، جلوگیری از سیلاب. و اینجاست که فعالان میگویند فایده ایجاد سیلاب گیرها در نواحی اطراف رودها آشکار می شود. ما متوجه شدیم که بخش‌های کوچکی از زمین‌های حاشیه‌ای رودها ارزش خیلی بیشتری برای حیات وحش، جلوگیری از سیل و حتی تغذیه آب‌های زیرزمینی دارد تا اینکه صرف به تولید محصولات کشاورزی شود. تا کنون 140 هزار درخت و درختچه در این پروژه در دوسریوس کاشته شده. درختانی که پشت سرم میبینید رو یک ماه پیش کاشتیم. اواخر ژوئن بود، یعنی حدود یک ماه و نیم پیش. درختان بلندی که اون ته میبینید 4 سال پیش کاشته شدند. درختان بومی در برابر سیل و حتی آتش سوزی ها مقاومند و پس از حوادث طبیعی به سرعت جای پایشان را پیدا میکنند. پروژه این گروه اینجا در محل تلاقی درود تولومنی و سن واکین که هر دو از رشته‌کوه‌های بلند سیرا سرچشمه می‌گیرند، یک ناحیه‌ای به وسعت تقریباً 8 کیلومتر مربع رو در بر می‌گیره که حدود 6 سال پیش در سال 2012 با کمک‌های دولت فدرال و ایالتی از مزرعه‌داران این منطقه خریداری شده. حالا تبدیل به یک ناحیه کاملا جنگلی شده، در حالی که تا پیش از اون یک مزرعه‌ای بود شبیه اونچه که به راحتی اونور حصار می‌تونیم ببینیم. کالیفرنیا اخیراً 300 میلیون دلار به ایجاد سیلابگیرها اختصاص داده و حوادث سال‌های اخیر نشان می‌دهد که این ایالت چقدر نیازمند چنین پروژه‌هایی است. بارندگی کالیفرنیا چند سال پیش تو ژانویه باعث شد که یکی از سدهایی که در
شمال کالیفرنیا هسته، اورویل دم، اونم سپیلویش دمج بشه که دو سال پیشش مقدار آبش 50-60 متر پایین تر بود که گفتن این غیر ممکنه ریکاور کنه از خشکسالی که در ظرف یک ماه کاملا سد پر شد، نه که پر شد بلکه از میزانی هم که میتونست به اصطلاح به طور معمولی ازش خارج بشه زیادتر شد که سپیلویاش دمج شد که مجبور شدن تعمیر کنن. شرکای رود میگوید که یکی از سیلابگیرهایی که در پایین سد ایجاد کرده بود به خوبی آب سرازیر شده را جذب کرد. پروژه دوسیوس تا چند سال دیگر کامل نخواهد شد، اما تا اینجا هم به بازگشت 8 گونه در معرض خطر و کنترل سیل در نواحی مسکونی اطراف کمک کرده. سینار نژاد، BBC، مودستوی کالیفرنیا. هر هفته همین ساعت میتونید بیننده گزارش‌هایی باشید که در این برنامه انتخاب شده. برنامه خبرنگاران تا یک هفته روی وبسایت ما به نشانی bbcpersian.com و همینطور روی صفحه یوتیوب BBC Persian قابل دسترسیه. تا برنامه بعد، بدرود.